پس اولین سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که چرا گلایدرها طول بال خیلی بلندی دارن؟ دیدید احتمالاً گلایدرها پرنده‌های بدون موتور هستن که طول بالشون خیلی بلنده، عکسش هم شاید تو سفر رو ملاحظه میکنید. چون موتور ندارن طبیعتاً این ایرفویل ها باید خیلی ایرفویل نرفتن بزرگ طول بلندی داشته باشن، خیلی باید لاغر باشن، خیلی بالاش وینگشون باید کشیده باشه که اسپکت ریشیوشون به سمت بی‌نهایت میل بکنه. چون اسپکت ریشیو به سمت بی‌نهایت رفته، این خیلی طولانی اثرات گردابه هایی که در انتهای بال ایجاد میشه ضعیف‌تره، تأثیر کمتری در عمل کرده هواپیما داره، پس میتونه نیروی لیفت بیشتری بده و نیروی درگ کمتری برای شما ایجاد بکنه. به خاطر هم میتونه اکثر گلایدرها که شما ببینید هم یه زالده انتهایی هست که من در ادامه راجبش صحبت خواهم کرد، برای این جلوی همین جریان هایی که از پایین به سمت بالا بشن اند پلیت، صفحه انتهایی اند پلیت داریم اونجا که جلوی جریان ثانویه رو بگیره و فشار بالا و پایین رو از هم جدا نگه داره. همین که خیلی کشیده است که تاثیر این گردابه ثانویه در ضرایب آیرودینامیکی لیفت و درگ کاهش پیدا بکنه. ما اصولا بالهای طولانی خب نیروی لیفت بیشتری تولید میکنن، ولی بالهایی که نازک باشند یا مساحت کمتری داشته باشن مثل همین، اینها هم باز از دیدگاه پروازهای بلند مدت یک نواخت مثل پرنده هایی که مهاجرت میکنن مناسبه. اما برخی از پرنده هایی که شما ملاحظه کردین که اینها میخوان مانور بدن، قدرت مانوردهی بالا داشته باشن مثل پرنده های شکاری، اینها بالهاشون کشیده و نازک نیست، بلکه کوتاه هست، اسپن کوتاهی داره و در عوض اون مساحت در معرض جریان بیشتری داره. پس مساحت در معرض جریان اگر بیشتر باشه قابلیت مانوردهی به پرنده شما میده، چه میتونه هواپیمای شکاری باشه چه یه پرنده شکاری مثل قرقی باشه. اما اگر بال کشیده باشه و نازک باشه، مساحت مقابل جریانش کم باشه، اینها پرنده هایی هستن که برای پروازهای یک نواخت خیلی طولانی طراحی شدن.